از سلام دارم خدمت همگی شب همگی به خیر باشه خیلی خوشحالیم که با این برنامه دیگه از طرف مرکز شناخت در خدمتتون هستیم برنامه که حالا تحت عنوان پاتوق ارائه میشه و دو هفته یه بار این برنامه قرار انجام بشه و تو این برنامه ما از پژوهشگران جوان و دانشجویان حوزه علوم شناختی دعوت میکنیم که از کارهاشون برای ما صحبت بکنن و خیلی تشکر میکنم از خانم آیدا محمودی که دعوت ما رو پذیرفتند و به عنوان اولین مهمان برنامه ما تو اولین پاتوق حضور دارن همچنین دکتر حاتمی هم اینجا هستم که من بهشون سلام میکنم و میخواستن با مخاطبان و حاضرین در جلسه صحبت کوتاهی داشته باشم به مناسبت آغاز برنامه های پاتوق به خاطر همین من دیگه بیشتر از, از این وقت شما رو نمیگیرم دعوت میکنم از دکتر هاتمی که صحبتشون رو داشته باشم و بعد هم صحبت های خانم محمودی رو خواهیم شنید مرسی خب شب همگی به خیر صدا و تصویر منو دارید انشالله دیگه بسیارم عالی خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم از آقای لطفی دوستان دیگه که هماهنگی ها رو انجام دادن تشکر میکنم ارز کنم که ما این برنامه رو تدارک دیدیم برای اینکه یه <تصفح> امکانی فراهم بشه بتونیم توی فضای صمیمیت‌تر با هم ارتباط بگیریم کارهایی که بچه‌ها دارن انجام میدن با دوستانشون در میون بذارن چون واقعیتش خیلی وقتا ایده ها و پروژه های جدی از دل همین جلسات اینجوری شکل میگیره توی دانشگاه ها فرصت هست منطقه خب فرصت محدود میشه به کسانی که تو اون فضا هستن و با توجه به اینکه که بچه های که تو نوزه دارن کار میکنن تعدادشون زیاد جاهای مختلف هستن به ذهنمون رسید که بعد نیست این فضا رو فراهم بکنیم که بتونن توی فضای صمیمی با هم دیگه تعامل داشته باشن، ایده‌هاشون رو مطرح بکنن. حالا در کنار پاتوق انشالله به زودی ما یه آزمایشگاه مجازی هم باز توی سایت مرکز راه اندازی میکنیم که باز اونجا مگه بچه ها خواستن مطالعه انجام بدن پروژه انجام بدن که بشه به صورت آنلاین رو اجرا کرد این بستر فراهم بشه که اونجا باز بشه یه زمینه که بتونن کارشون رو انجام بدن و دیتا جمع بکنن برای جلسه اول هم من از خانم محمودی که دانشوی دکتری شناخت اجتماعی هستن دعوت کردم که ایده رو با ما در میون بذارم خانم محمودی خیلی دانشجو پر انرژی و مثبتیه و مطمئنم که امروز امشب به جلسه خیلی خوبی داشتیم خواهیم داشت امیدوارم شروع خوبی باشه و حالا ما یه مدت رفتیم جلوتر فراخان میدیم دوستان دیگه که علاق من بودن به ما اطلاع بدن و ما بتونیم در خدمتشون تو برنامه پاتوق باشیم من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و منتظریم که خانم محمودی بیان و ارائه شروع من میخوام سه چهار تا مبحث رو معرفی کنم بهتون راجع بهش صحبت کنم که تحت عنوان رفتار میشه جمع کرد و اینکه خب تقریبا نزدیک به سی چهل دقیقه صحبت میکنم و بعدش یه تایم یه رو بیست دقیقه فکر میکنم درست آقای لطفی میمونه برامون چون این با تاخیر برای پرسش و پاسخ حالا شما میتونید سوالاتتون رو اینجا بنویسید من توی اون تایم جواب بدم یا اینکه مثلا تو همون موقع اگر میخوایم میکروفونتون رو باز کنم که با هم صحبت کنیم خب اگر صحبتی نیست مشکلی نیست من شروع بکنم فقط من ازتون از میکنم میذاره باید من گلوم درد میکنم آبجوش بخورم از خب ما پس تغییر رفتار اه توش اه ما رفتار رو دقیقا همون چیزی تعریف می کنیم که توی زبان روزمره راجبش صحبت می کنیم یعنی همون رفتارهایی که ما می بینیم مثل مصرف کردن انرژی، ماسک زدن توی خیابون، فاصله گذاری اجتماعی، دقدقه های من هر, هر رفتاری رو ما میتونیم توش در نظر بگیریم خب حالا من از جایی که میخوام شروع کنم اینه که وقتی ما میخوایم یه چیزی رو تغییر بدیم به نظرم لازمه که اول بشناسیم و ببینیم که اون چیز چیه و یعنی یه تعریف مشخصی براش ارائه بدیم تا بتونیم با استفاده از این تغییر خب اینا در استفاده از این توصیف بتونیم که ما عملیاتی بکنیم سازمون رو و تغییرش بدیم و روش آزمایش انجام بدیم خب اول من یه مفهومی رو معرفی میکنم به نام همیستایی یا هومیوستیسیس خب هومیوستیسیس در واقع به این گفته میشه که موجوده زنده وقتی که میخوان یک سیستمشون داره کار کنه یه تعادل فیزیایی داخل این سیستم زنده این ارگانیسم زنده برقرار میشه که یه سری فاکتورهایی رو لازم هستش که برای این تعادل و مح... برقرار این تعادل مهیا مح... مح... بشه یعنی توی اون محیط مثلا مثل دمای مناسب مثل مثلا بودن میزان آب مناسب تعادل غلظت یونها مثل یونهای سدیم پتاسیم کلسیوم اسیدی یا بازی بودن محیط خب این هم در مورد ارگانیسم های ساده شاید صدق کنه خیلی وقت و هم ارگانیسم های پیچیده ای مثل انسان پس ما نیازهایی داریم که برای حفظ این همیستایی وجود دارن به وجود میان و وقتی که میخوایم این نیازها رو برآورده کنیم میایم با محیط خودمون تعامل نشون میدیم تعامل به خرج میدیم یعنی من سردمه میرم جایی که گرمه تغییر مکان میدم گشنمه میرم دنبال غذا کسیر باشم و که دارم این تعادل رو با محیط انجام میدم چیکار میکنم میام در واقع تغییر ایجاد میکنم توی اون محیطم تاثیر در این محیط و به خاطر همین این تاثیر برای دیگران قابل مشاهده است این تغییر برای دیگران قابل مشاهده است حداقل با حواس پنجگانه ای که ما داریم اگر راجع به انسان داریم الان صحبت میکنیم توی مبحث روانشناسی هستیم خب حالا پس میایم ما رفتار انجام میدیم برای اینکه یه محرک درونی رو حس کردیم به خاطر این نیازها و همیستایی. خیلی بختار هستش که ما در پاسخ به یک محرک بیرونی داریم در اصل واکنش نشون میدیم رفتار انجام میدیم مثلا یه حیوان وحشی ما رو دنبال میکنه خب ما میدونیم که ازش فرار بکنیم تا همیستایی زنده بمونیم حالا دیگه از همیستایی می ذره میگذره خب یا مثلا گرسنه میشه و دیگران یه رفت یعنی محرک درونیه یه محرک های بیرونی میتونن برای ما یه محرک های درونی به صورت افکار هیجانات و اینا به وجود بیارن Um, خب این رفتار میتونه بود فردی داشته باشه یعنی که همینطوری که تو الان توضیح دادم برای برابر کردن نیازهام یا امنیت یا هر چیزی خب محیط رو تغییر میدم اما آدما موجودات اجتماعی هستن که توی محیط اجتماعیشون هم در واقع برای اینکه این تعادل رو حفظ کنن یعنی اجتماع هم برای اینکه به حیات خودش ادامه بده به عنوان یک سیستم نیاز به یک تعادل داره خب و میان چیکار میکنن میان تاثیر میذارن روی محیط و یک نقش به عهده میگیرن این نقش ها خیلی وقتا مهم هستن و خیلی وقتا حیاتی هستن مثلا مثل نقش سیستم بهداشت و درمان که الان ما توی جامعه خیلی داریم مشاهدش میکنیم پس ما چیکار میکنیم؟ یه در واقع جامعه یه رفتارهایی براش خوشاینده و علاقه داره که آدم ها این رفتارها رو بیشتر انجام بدن اصلا از اول انجام بدن یعنی تشویق میکن و آدم ها رو مثل اینکه مثلا میگه الان خب بیاین اه, مثلا سرمایه گذاری بکنی توی بانک خب اه, یا اینکه مثلا میاد آدم ها رو من میکنه یه سری از رفتارها چرا؟ چون که اه, دوست داره که آدم ها رفتارها رو کمتر انجام بدن مثلا یه نفری که داره از منابع محدود جامعه که متعلق به همه هست حس... در از بی روی مصرف و کارتشون و ازش برداشت میکنه خب جامعه نمیخواد این رفتار ادامه پیدا بکنه Uh, پس میاد چیکار میکنه سعی میکنه که این رفتار رو تغییر بده یعنی تغییر رفتار اینجا مطرح میشه حالا این گفتم این رفتار میتونه فردی باشه مثل یه رفتار سلامت جسمانی مثل سیگار کشیدن یا سلامت روانی مثل پرخاشگری که خب ما میخوایم این رفتار رو کاهش بدیم یا uh, یه یعنی سری رفتارها هم اجتماعی هم مثل رفتارهایی که حفاظت میکنن از محیط زیست uh, مثل کم مصرف کردن برق و منابع انرژی یا رفتارهایی که مر... مثلا با سلامت جمعی مثل ماسک زدن یا مثلا رعایت بهداشت به صورت عمومی خب پس تغییر رفتار behavior change خوب. اینه که ما بخوایم الگوی یک رفتار رو تغییر بدیم و اون رو کم یا زیادش بکنیم ما برای اینکه بخوایم رفتار رو تغییر بدیم اول باید بیایم ببینیم که رفتار چه پیشایندها و چه در واقع پیامدهایی داره اما رو توی روانشناسی می اومدن می که ما شروع کرده بودن که رفتارهای بیمارگونه رو بیشتر راجبش کنشکاف بودن و رفتارگراها جز سردمدارایی بودن یعنی در سردمدارای بررسی علمی رفتار بودن اونا معتقد بودن که خب ما نمیتونیم بیایم ببینیم که توی ذهن انسان a uh, chimig uh, برای این نمیتونیم اونو به صورت عینی بسنجیم و اعتقاد داشتن که علم خب چیزیه که نتایج علمی فقط از سنجش عینی و قابل مشاهده پدیده ها به دست میاد پس ما چیکار میکنیم ذهن رو کلا میذاریم کنار خب و مثل بلک باکس به ذهن نگاه میکردن و میگفتن خب رفتار فقط حاصل چیه محرک بیرونی و محرک درونی که اینجا میبینیمش اما بعدتر ر... که چه... حالا رفتار رفتار رو اومدن توی روانشناسی اجتماعی بررسی کردن و بعد هم روانشناسی شناختی و علوم شناختی اومد گفتش که نه خب ببینیم ما تو تجربه روزمرهمون هم میبینیم که خب خیلی وقتا رفتارها رو در پاسخ به مثلا یه چیزی که توی ذهنمون میگذره داریم انجام میدیم مثلا من مثلا میترسم فرزن میرم یه جای قایم میشم پس یه فکری اومده تو ذهنم یه افکاری اومده توی ذهنم رما یه شناختی هم میاد همینو میگه و حالا به دنبال اونم شناخته اجتماعی میاد میگه که ما یه سری محرک های بیرونی و درونی بهمون به وارد میشه که اینا یه سری فرایندهای شناختی رو توی ذهن ما راه اندازی میکنن که این فرایندهای شناختی به نوبه خودشون منجر میشن به رفتار و این رفتار هم خب همونطور که گفتیم یه پیامدی داره حالا این پیامد میتونه چی باشه در اصل بیاد خود رفتار رو دوباره روش تاثیر بذاره یا اینکه نه من میخوام برای هر کدوم از این متغیرها یه مثالی بزنم خب و ببینم که کی یه ذره ملموس بشه که منظور من از این که ما بخوایم رفتار رو تغییر بدیم چیه خب من اگه بخوام رفتار رو تغییر بدم بستگی به نوع رفتار میام میتونم هر کدوم از این اجزا رو تغییر بدم مثلا برای محرک بیرونی مثال میزنم کسی که اضافه دارن خیلی وقتا دوچار مشکل ولع هستن یعنی چی؟ یعنی وقتی خوراکی خوشمزه و پرکالری رو میبینن نمیتونن که جلوی خودشون رو بگیرن و تو ذهنشون دوچار یعنی فرایند ولع اتفاق میافته میان میگن برای اینکه اینو متوقف کنیم مهندسی محیط کنید یعنی اصلا اون خوراکی ها رو یا نخورید اه، اه، خوراکی رو ببخشید یا نخرید یعنی که از جوله چشمتون برش دارید توی محیط هایی ندید که با این خوراکی ها در تماس هستید خب این برای محرک های بیرونی برای محرک های درونی هم من رفتار عادتی رو میخوام مثال بزنم مثلا رفتار مصرف سیشیدن بعد غذا بعضی عادت دارن که مثلا بعد از اینکه غذا میخورن حتما سیگار بکشن رفتار عادتی سه جز دارن سرنخ خود رفتار و پیامد رفتار خب سرنخ اینجا چیه؟ فرد میگه که من اگر غذا بخورم یعنی غذا خوردنه که تموم میشه تو ذهنش تریگر میشه یه انگیزه توش به وجود میاد که ها الان وقت سیگاره خب ما میتونیم بیایم به این آدم برای اینکه یک بدیم بگیم تو وقتایی که سیگار میکش غذا تموم میشه یه لیوان چای بخور یا مثلا برو با گوشیت بازی کن که این زنجیره بین اون رفتار سیگار کشیدن یعنی اون کلو ببخش کیو و اون رفتار رو ما بین ببریم حالا یه بحث اینجا مطرح میشه خیلی وقتا ما نمیتونیم محرک بیرونی رو از بین ببریم مثلا وقتی که زلزله میاد ما که نمیتونیم زلزله رو از بین ببریم وقتی زلزله میاد فرد چه اتفاقی میفته براش استراب پیدا میکنه مثلا در خونه رو باز میکنه فرار میکنه توی راه رو لیز میخوره و حالا داستانه دیگه خب ما میتونیم با این آدم آز آموزش بدیم از قبل که استرابش رو کنترل بکنه مدیریت بکنه خب و اینکه مثلا این فرایند ذهنی توش اتفاق بیفته که وقتی که زلزله اومد جایی که خیلی مناسب هستش بره پناه بگیره یعنی ما بیایم روی این فرایند های شناختی تاثیر بذاریم و آخرین مورد هم این پیامده که خب مثلا سیستم غذایی همه کشورها تقریبا کارشون اینه تقریبا <applause> که بیان پیامد این رفتار رو عوض کنن مثلا فرد رو زندانی بکنن و فرد چون محروم میشه از اون چیزهای روزمره از اون لذات روزمره دفعه بعد که توی اون موقعیت قرار میگیره به خاطر اون پیامدی که داشته براش دیگه اون رفتار رو انجام نمیده البته شاید هم چند تا چیز جدید یاد بگیره اونا رو به جاش انجام بده خب پس این اجزای رفتار این چیزایی که منجر میشه به رفتار خب رخ دادن رفتار رو ما میتونیم حالا دستبندی های مختلف بکنیم و از نظر از نظرهای مختلف بهش نگاه کنیم میتونیم یه سری متغیرهایی رو براش در نظر بگیریم مثل متغیرهای جمعیت شناختی ویژگی شخصیتی عوامل موقعیتی مثلا اینکه من بخوام رأی بدم رفتار رأی دادم بستگی به این داره که توی چه طبقه اجتماعی باشم فرض متغیر دموگرافیکش ویژگی شخصیت مثلا اگر من آدم وجدانی باشم احتمال اینکه رأی بدم بیشتره عوامل موقعیتی حالا من همه اینا رو هم دارم میخوام برم رأی بدم جایی هست نزدیک محل زندگی من که من بتو... نمیتونم بکنم رو دارم کارت شناسی دارم حالا این عوامل عوامل حوزه محور هستن یعنی من میام یه رفتارهایی رو انتخاب میکنم که مثل رفتار سازمانی خب توی رفتار سازمانی میخوان بیان ام مثلا ام جاب پرفورمنس رو عملکرد شغلی رو ببینن چه عواملی توش تاثیر گذاره میان میگن مثلا عواملی مثل ام ام رضایت شغلی هست خب جاب ستیسفکشن عواملی مثل تعهد سازمانی هست دوباره ویژگی های شخصیتی هست حالا حوزه محور یا این دامین سپسیفیک یعنی چی یعنی اینکه من نمیتونم عواملی که مربوط به رفتار سازمانی هستش رو بیام ببرم در مورد رفتار مثلا مربوط به سفتار مربوط به سلامتی به کار ببرم خب من فقط میتونم در مورد همون حوزه استفادهش بکنم یه سری نظریه ها هستن خب که اینا میان میگن که نه ما میخوایم یه سری ادعا دارن که ما یه سری عواملی رو مشخص میکنیم که توی همه رفتارها وجود دارن و توی همه رفتارها مشترکن خب این نظریه ها نظر... مثلا من چند تاشون رو اینجا آوردم مثل نظریه تلنگور ناچ تئوری اه... که خیلی معروف شده اخیرا و نظریه عمل منطقی هست تئوری of اکشن نظریه رفتار برنامه ریزی شده هست نظریه شناختی اجتماعی مدل هنجارسازی رفته خیلی نظریه های زیادی حالا وجود داره توی این زمینه من دو تا از این نظریه ها رو انتخاب میکنم خب و یعنی براتون توضیح میدم حالا وقت زیاد نداریم وگرنه میشد راجع به هم، همه یه ها توضیح داد خب اه، نظریه تلنگر نظری تلنگور همون ناج تئوری هستش ناج رو تلنگور میگن یعنی سوق دادن آدم ها به یه سمتی که ما فکر میکنیم حالا بیشتر براتون توضیح میدم تلنگور زدن یعنی همون سقلمه زدن و هول دادن و یه همچین چیزی میشه خب نظریه تلنگر رو خیلی با کارهای آقای تالر معروف شده که در توی زم... متخصص اقتصاد رفتاری هستن و بابت این کارهاشون توی سال 2017 هم نوبل اقتصاد رو بردن چی میاد میگه نظریه تلنگور خب من برای اینکه قشنگ بازش کنم لازمه که یه موضوعی رو از قبل براتون توضیح بدم که از جز مبانی اقتصاد رفتاری و دسیجن میکینگ محسوب میشه خب اینا هم همه نظریه دسیجن میکینگ خب محدودیت اوقلایی یا رشنال باندری درست گفتم انگلیسی شو آره رشنال باندری Uh, یعنی چی؟ یعنی اینکه قبلا میخواستن برای اینکه بفهمن آدم ها چجوری تصمیم گیری میکنن میومدن از یه سری مدل های باندد رشنالیتی مرسی آقای محمد پور اشتباه گفتم خب <laughs> چیزهای <applause> واضح خب می اومدن چیکار میکردن می, می اومدن میگفتن که خب انسان می از مدل ریاضی مدل آماری استفاده میکردن من که بفهم من خب آدم چه جوری تصمیم گیری میکنن و خب بیان اینا رو استفاده کنن توی مسائل اقتصادی و خیلی جاهای دیگه و فرضشون چی بود فرضشون این بود که انسان انسان اقتصادی هومو اکانومیکوس خب یعنی چی یعنی <تص> به همه اطلاعات دسترسی داره تفاوت جزئی بین اطلاعات بین گزینه هایی که قرار رو انتخاب بکنه رو میدونه زمان نامحدود داره برای اینکه انتخاب بکنه که خب اینطور نیست و اینکه ظرفیت محاسباتیش نامحدوده و این آخرین چیزم که من میخوام البته بگم موارد زیاده انتخاب اوغلاییه یعنی میگن خوا... میگفتن که آدم ها رشنال انتخاب میکنن یعنی وقت وخ... چیزی رو انتخاب میکنن که بیشترین سود رو براشون داره به صورت عینی خب ام اما ما میایم میگیم که نه اینطوری نیستش حالا یه مثال میخوام بزنم مثال خرید مسکن رو میخوام بزنم فکر کنید که شما فکر کنید فرض کنید که شما میخواین چیکار بکنید توی تهران خونه بخرید در این مثلا بیشتر حد حدس و گمان و فرض و اینا باقی شاید بمونه از این اه ولی خب من الان میخوام خونه بخرم اولا که من اطلاع ندارم راجع به همه خونه هایی که توی تهران برای فروش گذاشته شده و شاید میذارم توی دیوار آگهیشون و یه سری میدن و اما که سر یا به آشناهاشون میسپنم پس من همه یه گذینه ها را نمیدونم خب. و اینکه فرصت میکنم آیا حتی اگر اینا همه یه جا نوشته شده بود همه رو بخونم زمان من هم نامحدوده و بعد توی بازه زمانی کوتاه تا دلار مثلا از این گرونتر نشده خونه رو بخرم خب پس زمان من نامحدوده و اینکه من به همه تفاوت بین گزینه هر چند هم که ناچیز باشه آگاه نیستم مثلا اگه یه دونه آپارتمانی باشه که هم طبقه سومش رو بخوام بفروشم هم طبقه چهارمش من شاید ندونم فرقش چیه خب ام... و حالا فکر کنید که اصلا همه اینا رو داشته باشم مثلا اونقدر ذهنم ظرفیت محاسباتی نداره یعنی شاید ابر کامپیوترها هم نمیتونن یه همچین چیزی رو بشینن محاسبه بکنن و از همه مهمتر اینه که من اوغلایی انتخاب نمیکنم شاید برم مثلا یه فروشنده ای رو ببینم بس اخلاقش خوشم نیاد و ببینم مثلا از این آدم نمیخوام بخرم شاید شاید امکان داشت که اون گزینه برای من بیشترین سود داشته باشه من احساسی رفتار کردم اینجا پس آدم ها هومو, هومو نیستن خب یعنی بر اساس اقتصاد رف... تصمیم نمیگیرن رشنال تصمیم نمیگیرن چیکار میکنن آدم ها به دلیل این محدودیت و اغلای باند رشنالیتی که دارن خب میان از این سری میونبر استفاده میکنن یه سری میونبرهای می شناختی هستن که ما بهشون میگیم هیوریستیک خب یا راه های اکتشافی برای اینکه بهترین تصمیم رو نگیرن نه برای اینکه بهینه ترین تصمیم رو بگیرن یعنی با توجه به محد های وجود داره براشون یه گزینه رو انتخاب میکنن که حالا واسهشون خوبه مناسبه خب همش یاد مثال خونه هم میافتم خب وقتی که ما از این راه های اکتشافی یا هیوریستیکا استفاده میکنیم، ممکنه است خطاها یعنی اینا اکثر وقتا جواب میدن ولی خیلی وقتا هم هستش که یه سری خطاهایی رو پیش میارن یه سری خطاهایی سیستماتیکه که خب چون اینا میون دیگه اینا الگوریتم نیستن مثلا اینا ابسولوت نیستن بهترین گزینه رو به ما نمیدن قرار نیست بهترین گزینه رو به ما بدن و ممکنه یه سری خطا پیش بیاد ناچ تئوری میاد از این خطاها استفاده میکنه خب حالا من جلوتری سر مثال میزنم تا مشخص بشه این قضیه میاد چی میگه در اصل میاد میگه, میگه که آدم ها در خلا انتخاب نمی کنه آدم ها در خلا دست به انتخاب نمی زنه. ما گزینه هایی رو که به آدم ها ارائه میدیم برای انتخاب کردن هر چقدر هم که این گزینه ها رو ما تصادفی انتخاب بکنیم و بهشون ارائه بدیم بازم یه چیدمان و اه یه اه چیزی داره یه اردری داره توی تصادفی بودنش داره یعنی این به هر حال روی انتخاب آدم ها تاثیر میذاره نحوه ارائه گزینه ها مثال معروف ناشتوری هم همین قضیه کافتریا هستش میگه وقتی که شما میرید توی یه رستوران سلف سرویس از اینایی که بشقاب میگیرین دستتون و غذاها رو به ترتیب توی یه صفی پیش می انتخاب میکنین اگر من بیام مثلا غذاهایی که سالم هستن رو اول ردیف بچینم و غذاهایی که ناسالم هستن مثل فست فود و اینا رو آخر ردیف بچینم آدم چون بشخابشون رو پر کردن یا حالا شد چشمشون سیر شده خب وقتی که به انتهای ردیف یعنی بیشتر غذاهای سالم رو انتخاب میکنن یعنی انجام میشده و بیشتر غذاهای سالم رو انتخاب کرده یعنی خب اینجا هیچ گزینه ممنوع نشده با آدم ها. نگفتن که شما حق ندارید فست فود بخورید یا چیزای اینجوری یا فست فود گرون نه هیچ گزینه ممنوع نشده خب فقط ترتیب ارائه گزینه ها تغییر کرده تا چی بشه تا روی انتخاب آدما تاثیر بذاره پس تلنگر یا همون ناج به عاملی گفته میشه که بتونه رفتار انسانو به صورت مشخص و قابل پی پیش بینی تغییر بده در جهتی که اون معمار انتخاب چویس آرکیتکچر خب معماری انتخاب چویس آرک آرکیتکت خب اون میاد انجام میده این کار رو میگه که ما چون شناخت داریم به سیستم شناختی انسان همون تصمیم گیری ها و محدود اوقلا یا اینایی که بهتون گفتم هیوریستیکا و اینا بر اساس اون میایم فضا رو جوری ارائه میدیم تا آدم ها گزینه هایی رو انتخاب بکنن که براشون منجر میشه به سلامتیشون و برای براشون باعث زندگی بهتر میشه خب و توی این کار هم نه هیچ گزینه ممنوع شده خب نه اینکه مثلا مشوق های اقتصادی استفاده شده یا هر چیزی خب ولی مسئله ای که وجود داره اینه که ناش تا زمانی کار میکنه که اون فرد که توی فضای انتخاب قرار میگیره آگاه نباشه نسبت به اعمال شدنش یعنی چه یعنی ما داریم با عدم آگاهی اون افراد از اون استفاده میکنیم تا به رفتارشون جهت بده. خب اینجا خیلی بحث اخلاقی زیادی پیش میاد که آیا ما اجازه داریم این رو بکنیم یا نه حالا اگه علاقه داشتیم میتونیم توی زمان پرسش و پاسخ راجع به این قضیه فکر کنیم که آیا ما از تکنیک های شناختی خوبه که یعنی با هم صحبت کنیم اجازه داریم استفاده بکنیم برای این کار یا نه حالا من دو تا مثال کوتاه میزنم با توجه به وقتی که دارم برای اینکه ببینید که چجوری توی ناشتهوری استفاده میشه از هیوریستیکا و بایاسا ما یه هیوریستیکی داریم خب انکرینگ ان ادجاستمنت خب لنگر اندازی و انتباق من معنیش کردم توی انکرینگ و ادجاستمنت میگیم که وقتی که فرد میخواد راجع به یک چیزی تخمین بزنه خب اگر اطلاعی نداشته یعنی تخمین رو داره در مورد یه مسئله میزنه که ازش اطلاعی نداره داره. برای اینکه این کارو بکنه از یه پیس آف یعنی از یه اطلاعی استفاده میکنه که حالا یا خودش داره یا ما بهش دادیم و از اون به عنوان بیسلاین استفاده میکنه اگه مثلا به یه نفری بگن که خب جمعیت کرج رو تخمین بزن به نظر تو کرج چقدر جمعیت داره اگه اون آدم توی تهران زندگی بکنه میاد عددی رو انتخاب میکنه که نزدیک به جمعیت تهرانه و اگه مثلا اون آدم توی فردی زندگی کنه میاد عددی رو انتخاب میکنه که نزدیک به جمعیت فردیشه یعنی نزدیک به اون داده ایه که خودش میدونه یا حتی ما میتونیم بیایم این عددا رو بهش بگیم حالا بگیم تخمین بزن یعنی جمعیت تهران رو بهش بدیم بعد کرج رو بخوایم و بالعکس خب حالا توی ناشت چجوری اومدن این استفاده کردن مثلا یه وبسایتی رو درست کرده بودن که توش آدما می به خیریه کمک میکردن و یه سری مبالغ پیشنهادی اونجا زده شده بود که به آدما میگفتش که خب شما میتونید این میزان کمک و اجباری نبود ولی مبالغ پیشنهادی بود خب مثلا یه دونه سایتی زده بود 100 هزار تومن، 250 هزار تومان 400 هزار تومن یه سایت دیگه هم اومده بود زده بود این مبالغ خود زده بود ده هزار تومن چل هزار تومن شست هزار تومن حالا اینه انگلیسی ها من وطنیش بومی سازیش کردم خب خب دیده بودن آدم هایی که توی اونجایی بودن که بیسلان یا همون لنگری که بهشون داده بودن بالاتر بود صد هزار تا دیس پنجه تا اینه اونا بیشتر کمک کردن چه آدم میخوان مثلا توی اون بیسلان یه ذره بالا پایین میشن ازش خیلی فاصله نمیگیرن چون عدد در از کسی که سایت سر کرده بودن بهشون به اون بیسلان داده بودن یه مثال دیگه راجع به اویلیبیلیتی یا دسترسی پذیری میخوام بزنم اویلیبیلیتی یعنی اینکه ما با توجه به سهولتی که اعضای یه دسته و چیزها که مثلا متعلق به یه دستن به ذهنمون میاد تعداد اعضای اون دسته رو بیشتر تخمین میزنیم یعنی چی من یه مثالی میزنم که حالا روشن بشه من توی یکی از این پیجایی که چیز خنده دار میذاشتن و اینا دیده بودم که زده بود که خب ایرانی ها همشون ماشین سفید دارن یا همه عاشق ماشین سفیدن و من پیش خودم فکر کردم و اینا گفتم که آن من اونی که میشناختم ماشین سفید داره این یکی ماشین سفید دیدم تو اطرافم خیلی ماشین سفید دارن بعد پیش خودم گفتم آها راست میگه ایرانی ها چرا؟ و اینکه آدم هایی که نزدیک من هستن چون من خیلی باهاشون تعامل داشتم راحت تر به ذهن من میان خب دسترسی راحت تری اویلویل تو ذهن من در دسترس خب و من فکر میکنم که تعدادشون هم بیشتره حالا چجوری از این استفاده کرده بودن توی ناش تئوری توی سال 2014 فکر میکنم آره توی سال 2014 یه تحقیق انجام داده بودن توی حوزه دیجیتال ناج یا تلنگار دیجیتالی که اومده بودن مثلا توی فیسبوک وقتی که یه پستی رو شیر میکنی این راجب به حریم خصوصی هم پرایوسی توی فیسبوک کار کرده بودن که خیلی مسئله مهمیه توی شبکه های اجتماعی و فضای آنلاین کلا اومده بودن خب ما, هر پستی که میخواین تو... می میخواین شیر کنین میتونین انتخاب بکنین یا مثلا به صورت دیفالت یه گزینه ای داره یا اینکه مثلا میتونین تنظیم کنید که کیا ببینن و کیا نبینن این پست رو بعد بعد مثلا فرد هر چیزی که تنظیم کرده بود مثلا گذاشته بود دوستانم اومده بودن به صورت رندوم عکس پنج نفر از دوستاشو بهش نشون داده بودن و گفته بودن آیا هنوز تمایل دارید که این پست رو شیر کنین حالا قضیه چیه قضیه اینه که من وقتی میگن دوستانم اسم کسای بیشتر کسایی تو ذهنم میاد خب و اونا رو اکثریت میدونم که خب بیشتر باهاشون تعامل دارم یادم نمیاد که مثلا یه کسی رو مثلا ده ساله مثلا ندیدم و اونم ممکنه این پست رو ببینه یا من علاقه دارم که مثلا اون این پست رو ببینه یا نه و دیده بودن که خیلی یا ادیت کرده بودم یعنی ویرایش کرده بودن یا اصلا کلا به اشتراک نذاشتن اون مسئله بود یعنی از ناچ هم حالا تیغ دولبه با برای اینکه افزایش بدن پرایوسی رو اومده بودن استفاده کنم. خب امیدوارم که خیلی تون حرف نزده باشم چون که این مبحث آخر یعنی نظریه آخر رو میخوام براتون بگم اه اینجا اه ببینیم مباحث کلا خیلی مفصل و طولانی و من اینجا دارم بیشتر معرفیشون میکنم دیگه میشه خیلی راجع خوند و بیشتر راجع دونست کتابم ترج... اتفاقا خود کتاب آقای تالر ترجمه شده میکنم یه جلد زردی هم. چند تا انتشارات اومدن چاپش کردن یعنی بیشتر میشه راجع اونجاها خوند به جو سالش سرچ ها خب من میخوام وارد نظریه رفتار برنامه ریزی بشم Uh, نظریه رفتار برنامه ریزی یا اون تئوری آف پلند میگن اونم خب زیر مجموعه نظریه هایی که توی تغییر رفتار ازش استفاده میکنن ببخشید تئوری آف پلان بیهیویر خب um, یه نظریه هستش که توسط آقای ایسک آیزن اومده که توی تکمیل نظریه تی آر ای تئوری آف ریزن اکشن نظریه که خیلی سابقه طولانی داره تقریبا از دهه هفتاد مطرح شده تیار ای اینم که خب سال 91 یک نویدو یک آقای مطرح کرده تو تکمیل اون و خیلی مخصوصا توی فضای رفتارهای مربوط و سلامتی استفاده شده از این نظریه و حالا جاهای دیگه هم به کار گرفتم خیلی شناخته شده توی نظریه رفتار برنامه ریزی چیم میان. میان میگن که خب رفتار معمولا در نتیجه این اتفاق میفته که فرد نیت انجام اون رفتار رو داره. اگر من نیت انجام یک رفتاری رو داشته باشم و امکان انجام اون رفتار رو هم داشته باشم، احتمال خیلی زیادی داره که اون رفتار رو پیاده کنم. و حالا اومدن تحقیق کردن و دیدن که خب خیلی همبستگی بالایی داره، خب؟ یعنی پیشبینی میکنه اینتنشن رفتار رو خود این اینتنشن یا نیت سه تا ساز از سه تا سازه تشکیل شده سازه اتیتود نگرش سابجکتیو نرم هنجارهای ذهنی و پرسیو بیهیویر و کنترل کنترل رفتاری ادراک شده هر کدوم اینا رو من الان براتون تعریف میکنم خب، نگرش یا اتیتود خب خیلی مبحث معروفی هم هستش و خیلی سابقه زیادی داره از 1920 و اینا فکر میکنن بیشتر بهش پرداختن نگرش در واقع به... اینها تعاریفی هستش که توی این نظریه در مورد نگرش داده شده ها یعنی تعاریف زیادی شاید براش وجود داشته باشه طبق این نظریه نگرش به باورهایی گفته میشه که افراد در مورد پیامدهای رفتار دارن یعنی اینکه من فکر میکنم که اگر این رفتار رو انجام بدم چه اتفاقی ممکنه بیفته و آیا این اتفاق برای من خوشاینده یا ناخوشاینده ارزش ذهنیش یعنی برای من چقدره خب طبیعیه که من رفتارهایی که برام خوشاینده پیامده شو امکان بیشتری داره که کنج... حالا اینجوری نگم درست نیست خیلی کار آماری بر انجام بدم تو ذهنم من میگم اگر من پیامد یه رفتاری برام مثبت باشه و اون پیامده برام مهم باشه نگرشم مثبت خواهد بود به اون رفتار و بیشتر امکانش هست که اون رفتار رو انجام بدم هنجارهای ذهنی چی هن؟ هنجارهای ذهنی یا هم سابجکتیو نرم در واقع فشاری هستش که فرد از طرف جامعه احساس میکنه برای انجام دادن یک کار حالا این جامعه میتونن آدمهای نزدیک اون فرد باشن که برای فرد مهمن یا مثلا مراجع اجتماعی که خاص فرد انتظار دارن و بهش فشار وارد میکنن که یک رفتار انجام بده مسئله دیگه ای که وجود که این که اون فرد چقدر انگیزه داره برای انجام دادن اون برای مطابقت کردن از اون افراد از این هنجارها مثلا یه نفر من انتظار داره این که کاری انجام بدم آیا منم انگیزه دارم که حالا پیروی کنم یا اینکه نه خیلی برام مهم نیستش که پیروی بکنم یا نه کنترل رفتاری ادراک شده که عامل آخر ما هستش در واقع میاد چی میشه به باوری گفته میشه که فرد داره راجب این که راجب تواناییش راجب این که آیا میتونه اون رفتار رو انجام بده یا نه یعنی چی یعنی آیا مهارت های لازم رو داره برای انجام دادن مثلا من میخوام یه سازی بزنم آیا مهارت زدن اون ساز رو دارم یا نه و اینکه یه سری عوامل درونی دیگه آیا مثلا میتونم به اندازه کافی من میخوام برم توی کنسرتی ساز بزنم آیا میتونم احساساتم مثلا احساس استرابم و کنترل مدیریت بکنم عوامل درونی و یه سری عوامل بیرونیه مثلا آیا من پول اینو دارم که برم به معلم مثلا یه به معلمی بدم که به من درس بده چه موانعی وجود داره برای انجام دادن این کار چه عواملی تسهیل میکنه انجام دادن این کار رو و اینکه هر کدوم از این عوامل چه قدرتی دارن توی اینکه اون رفتار پیاده سازی انجام بشه من یه مثال بزنم و بحث رو تموم بکنم برای اینکه این, این نظریه مطالی جا بیفته توی ذهن شما مثلا من رفتار ماسک زنن توی زن. من یه رفتاری که خدا خیلی همش بهش فکر میکنم این روزها برام جالبه که چرا آدم ها انجام میدن یا انجام نمیدن بیشتر فکر میکنم که چرا انجام نمیده خب من میخوام ببینم خب چه عواملی طبق نظریه رفتار برنامه ریزی شده تاثیر میذاره خب روی رفتار ماسک زدن نگرش آدما فکر میکنن که پیامت های ماسک زدن چیه خب یه نفری که فکر میکنه که خب مگه ماسک بزنم خودم کمتر ممکنه بیمار بشم و اطرافیانم مثلا کمتر ممکنه بیمار بشن خب احتمال بیشتری داره که ماسک رو بزنه اما یه نفری که فکر کنه که نه ماسک زدن خیلی تاثیری نداره اصلا این بیماری اونقدر خطرناک نیست و اینا احتمالش کمتره که نگرش مثبتی داشته باشه نسبت ماسک زدن و اینکه چقدر هر کدوم این پیامت ها مهمه اگه یه نفری مثلا بگه که خب من اطرافیان برام مهمه سلامتیشون سلامتی خودم برام مهمه پس من ماسک میزنم خب فرق با یه نفری که خب میگه نه من دیگران برام مهم نیست برام مهم نیست مثلا آنتی سوشال داره خب <تص> حد فرد فرضی خب و اینکه حالا مثلا این سازه نگرشه خب مجموع همه اینا اینکه کدوم عامل میچربه مشخص میکنه که فرد چه نگرش مثبت یا منفی داره و این نگرش مثبت و منفی چه درجه و شدتی داره روی خنجارای ذهنی اگه بخوام بگم خب یه نفری که همه اطرافیانش ماسک میزنن و دائم مثلا ازش درخواست میکنن که این کارو بکنه یا توی سر کار مثلا رئیسش میگه رعایت کن و همه اینها خب احتمال بیشتری داره که ماسک بزنه خب تا کسی که خب اطرافش هیچکی نمیزنن هیچکی نمیزنه و کسی رعایت نمیکنه و کسی هم ازش انتظار نداره و اینکه انگیزش برای پیروی از اونها چیه خب شاید یه نفری لج بکنه نمیخواد پیروی بکنه حالا ما میایم روی کنترل رفته ادراک شده پی بی سی خب خب چه عواملی ماسک زدن رو تسهیل میکنن مثلا اینکه ماسک در دسترس باشه هزینهش کم باشه و اینکه خب اصلا چه عواملی تسهیل میکنه البته خب این یه ذره ماسک میشه ولی خب اینکه جریمه بشی برای نزدن ماسک اینا خب همش روی کنترل رفته ادراک اکشن میذاره دیگه خب یا چه عواملی مانعش میشه اگه ماسک گرون باشه جایی برای خریدنش نباشه یا اینکه من فکر کنم که یا اینکه مثلا بودش مشکل مثلا حساسیت داشته باشم به جنسش خب عوامل کمی میاد توی ذهنم و اینکه هر کدوم از این عوامل چقدر موثر مثلا یه نفری که درآمد خیلی محدودی داره نمیتونه یه ماسکی رو بزنه که مثلا روزی چند هزار تومان پول ماسک به چون بعد عوض هم بشه دیگه خب نمیتونه مثلا همش پول ماسک بده و چیزها و چی کار میکنه خب این براش خیلی مهمه تا یه کسی که نه براش خیلی مهم نیست اصلا جریمه بشمش مهم نیست از نظر مالی خب من فکر کنم که خیلی حرف زدم پشت سر هم امیدوارم که براتون مفید بوده باشه